بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شاه ولایتی که این مسئله بسیار مهم رو مطرح میکنید. از تالی ببینید، این داستان فدرالیزم یه موضوعی است که باید، یعنی نمیتونیم شروع کنیم و ببندیم، باید دائم در موردش صحبت کرد و به فکت‌هایی که در دست است اشاره کرد، به اوضاع دنیا نگاه کرد و شاید این یک راهی باشه، یه مبارزه درست فکری و نظری، شاید یکی از راه‌های باشه که برخی از این دوستان ما هرچند با نیت خوب به میدان آمدند واقعا آگاه بشن و قبول بکنن که راه درستی رو در پیش نگرفتن. بله. اینهایی که تبلیغ حکومت‌های محلی میکنن، تبلیغ خودمختاری میکنن برای بخش‌های مختلف ایران به عنوان پاسخی برای حل مسائل قومی، به عقیده مخلص از تاریخ درسی نمیگیرن. بنده قبل از اینکه به این قضیه بپردازم، این نکته رو میخوام با قاطعیت اشاره کنم که بله، دوستان عزیزانی که از مسئله فدرالیسم، از مسئله خودمختاری دفاع میکنید، من به نیت پاک همه شما ایمان دارم، یقین دارم که 99% نیت پاک با عشق به مردم ایران، با عشق به مردم کرد، آذربایجان، عرب، غیره غیره دارید حرفا رو میزنید، اما به عقیده مخلص در سخنانی که میگید دچار اشتباه هستید. راه حلی که شما قرار میدید برای حل مشکلات قومی مردم ایران، نه تنها کمکی نمی کنید به حل مسائل قومی، بلکه پیچیده تر می کنید و تأسیس دموکراسی رو در ایران عقب می ندازید. شما به آقای دکتر شاه ولایتی، شما مسئله اشاره کردید، دقیقا به تاریخ گذشته ایران نگاه بکنید، به تاریخ وضعیت کشورهایی که در منطقه به دنبال چنین فکری رفتند. شما ببینید این مسلمانان در دوران استقلال هند فریاد برداشتن که ما قوم دیگری هستیم، ما به دنبال جدایی هستیم، حق خودمون رو میخواییم، حقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ما میخواییم جدا بشیم، کشور دیگری درست کنیم تا به سعادت برسیم، به آزادی برسیم. خب این مردم پاکستان و مردم بنگال که از هند بزرگ جدا شدند، به نام دموکراسی، به نام خودمختاری، به چه چیزی رسید؟ به چه سعادتی مردم پاکستان رسیدن که مردم هندوستان نرسیدن؟ هند داره میره که به قدرت بزرگ این عالم تبدیل بشه، پاکستان در بدبختی و بیچارگی و بینوایی داره دست پا میزن. اون وضعیت بنگلادش، من برای اینکه بله پاکستان یه فرصتی به شما بدم که نفسی بکشید جناب عرسی، در این پاکستانی که یعنی قدرت اتمی هم هست و انرژی، چی میگن، نیروی اتمی، سلاح اتمی هم داره، اما هموطنان عزیز، با جناب عرسی که صحبت میکردیم، برای اینکه تنفسی باشه برای جناب عرسی، صحبت از این بود که بزرگترین مشکل پاکستان امروز، شاید باور نکنید، بزرگترین مشکل پاکستان امروز نداشتن مستراح در مدارس. یعنی اینها مدرسه ساختن و در هیچ کدوم از این مدارسشون مستراح ندارن و این بچه ها در صحن دبستان و مدرسه ها به طور کلی اونجا انقدر این صحن دبستان و دبیرستان رو به کثافت میکشونن که مشکل بزرگشون شده و نتونستن این مشکل رو حل بکنن. شما فکر کنید که ابتدایی ترین کار رو که باید در این پاکستان بعد از جدایشون میکردن نتونستن انجام بدن. حالا ببینید هند کجاست و پاکستان کجاست. این اگر که نفسی کشید باشید خواهش میکنم شما بفرمایید. خواهش میکنم. برای سپاسگزار شما هستم آقای دکتر، با اشاره به این قضیه میکنید.
من میخوام عرض بکنم که این پاکستان جدا شد از هند، داخل خودش هم نظامی که به وجود آورد جمهوری اسلامی فدرال پاکستانه، یعنی ایالت پنجاب دولت ویژه خودش رو داره، بلوچستان دولت ویژه خودش رو داره، فرزند دولت ویژه خودش رو داره، سند دولت ویژه خودش رو داره. دوستان عزیز، برادران و خواهران و متفکر ما که از نظام فدرال دفاع میکنیم، این پاکستان با تأسیس نظام فدرال به دموکراسی رسیده؟ به آزادی رسیده؟ کدام مشکل دموکراتیکش با تأسیس نظام فدرال حل شده؟ این یوگسلاوی که فدرال بود و ایالت‌های مختلفش دولت‌های ویژه خودشون داشتن، با تأسیس نظام فدرال به دموکراسی رسید، به رشد رسید، به ترقی رسید. نظام فدرال بلایی شد برای به وجود آوردن جنگ داخلی و عاقبت هم کشور در به داغون شد. تجاوز، درگیری نظامی، بدبختی، بیچارگی و تولید انبوهی فقیر و بدبخت و معذرت میخوام، زنان بدبخت بیچاره‌ای که امروز در اروپا روسپیگری میکنن. اتحاد جماهیر شوروی نظام فدرال بود، 15 جمهوری داشت، به دموکراسی رسید؟ به چه چیزی رسید؟ چین الان، جناب دکتر شاه ولایتی، چین نظام فدرال داره. بله. یعنی ما جمهوری خودمختار تبت داریم، جمهوری خودمختار مغولستان داخلی داریم، جمهوری خودمختار سینکیانگ داریم، ولی آیا این مردم به آزادی رسیدن؟ به دموکراسی رسیدن؟ بله. از درگیری های مردم تبت با رهبری دالای لاما بیخبر هستیم؟ نه خیر، نرسیدن. پس تمامی این تجربیات به ما چه چیزی بگه؟ به ما این مسئله رو مطرح میکنه که اگر شما در کشورتون مشکل قومی دارید، راه حل مشکل قومی دموکراسی است، آزادی بیان، آزادی احزاب، غیر متمرکز کردن حکومت مملکت. ما اگر در جهانمون میخواییم مشکل قومی در کردستان، در آذربایجان، در بین اعراب ایرانی، در بین مردم بلوچستان، کیلان و غیر و غیر نقطه پایان بگذاریم، باید دموکراسی رو در سطح افقی، در سطح عمودی پخش بکنیم. شهردار سنندج به وسیله خود مردم انتخاب بشه، فرماندار استان کردستان یا آذربایجان یا خوزستان یا گیلان به وسیله خود مردم انتخاب بشه. ولی این مملکت یک ملت واحدی است با مرکزیت واحد، باید این کشور اداره بشه و با احترام گذاشتن تمام فرهنگ‌های مملکت. جناب عرصی، برای اینکه شما نفسی تازه بکنید، اجازه بدید یه تیکه موسیقی از خوزستان عزیزمون بشنویم و برگردیم. آقای منصور، جناب عرصی نیاز دارن که یک نفسی تازه بکنن. Thank you.
بله. حقیقتاً جناب عرسی عزیز، وقتی که این موسیقی رو که از جنوب ایران هست پخش میشه، هر ایرانی اهل هر جای ایران که باشه احساس میکنه که با تمام نوتای این موزیک هزاران ساله که باهاش زندگی کرده، فرقی نمیکنه که اهل کجای ایران باشه. چطور ما میتوانیم این مملکت رو با این آداب و رسومش، با این بافتی که ما این چنین در هم تنیده ایم، چطور میشه حتی فکرشو کرد که اینها از هم جدا بشن؟ این فکری است احمقانه. تازه کجای جهان ما نگاه میکنیم جناب عرسی عزیز، ببینید همونطور که شما میفرمودید ایرلندیا رو نگاه کنید، این انگلیسی ها آیا بالاخره اجازه دادن که یک وجب از خاکشون جدا بشه؟ چطور شده که ما در این مملکت، مگه ما اینجا رو به ثمن بخش پیدا کردیم که قرار هست که به ثمن بخش بدیم؟ این مملکت جانها براش فدا شده، این مملکت قلبها براش میتپه، هیچ کس اجازه این فکر رو نداره. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، کاملا آقای دکتر نقطه مهمی رو فرمودید. ببینید آقای دکتر، مثلا این هندوستان یک کشوری است با 1 میلیارد خورده جمعیت، کشوری با این بزرگی، کشور شبه قاره‌ای به قول معروف. ببینید بر سر مسئله کشمیر نه حاضر به انتخابات و در طی این 60-70 سالی هم که از استقلالش میگذره 3 مرتبه به بزرگترین جنگ ها دامن زده، برای اینکه حاضر نیست یک وجب از خاک هند به نام فدرالیسم و حق ملل در تعیین سرنوشت از دستش بره. آفرین. روسا 3 تا جزیره رو رفتن تصرف کردن، از جنگ دوم جهانی از ژاپنیا گرفتن. میلیاردها دلار این ژاپنیا حاضرن به روسا بدن که اون جزا رو پس بگیرن، حاضر نیستن. بله. چین 1,300,000,000 نفری تمام تلاش های گروه های خود مختاری طلبی که میخوان یه مختصری حق داشته باشن که خودشون باشن با ضربه نظامی پاسخ میده بهش. من موافق خشونت نیستم، ولی میخوام این عرض بکنم که دوستان، برادران، همیهنان عزیز ما که شما دانست به ندانست از مسائل نمیدونم حق فلان بخش ایران برای جدا شدن صحبت میکنید یا بحث میکنید که تمامیت ارضی ایران مقدس نیست، شما دارید لطمه و ضربه به خودتون میزنید، دارید خودتون رو نابود میکنید. این ندای دشمنه که از گلوی شما داره بیان میشه. آفرین. کدام کشور، کدام ملت حاضر شده گوشه ای از خاک خودشو از دست بده، گوشه ای از مردم خودشو از دست بده؟ ما حاضر نیستیم همیهنان کرد ما، عرب ما، آذربایجانی ما، بلوچ ما، گیلانی ما، ترکمن ما از ما جدا بشن. مگه ما در همینجور کوچه پس کوچه های تاریخ همینجور اتفاقی به هم خوردیم که بیایم اتفاقی هم از هم جدا بشیم؟ آفرین. هزاران سال ملت برای این مملکت، برای یگانگی جنگیده، الان هم باید با هم دست در دست هم مبارزه بکنیم، آزادی تأسیس کنیم، دموکراسی تأسیس بکنیم و به مشکلات قومی خودمون هم با گفتار، با بحث، با دیالوگ ما بپردازیم، حل بکنیم.